شمار کسان می گن دوران احتلال محمد رضا شاهی دوران احتلال نه دورانی که تمام روشنفکران ناچار بودن در شده بودن ولی با یک جمله کوچیک ثابت کنم که چنین نیست و درست برسه بوده تمام نویسندگان و شعرهای دست شفی ایران که در زمان محمد رضا شاه پهلوی کتابهاش منتشر میشد منتشر میشد شما احمد شاملو و سیرین دانشور رو فقط و فقط از زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی میشناسید شما علی شریعتی رو از زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی آقای رجبی که جمله میگه که خیلی جالبه اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران طرفدار سازمان مجاهدین خلقه تا اون زمان که من یادم میاد تا زمان محمد رضا شاه که میگن دوران اقتناق بوده و کسی جرأت اینو نمیکرد مغزشو به کار بندازه و همه ابلح بار اومدن بعد از اونم که دوران خمینی هم که ابلحتر بار اومدن این چه واقعی بود که ملت ایران تونست بره تحقیق و مطالعه بکنه مارکس بخونه قرآن بخونه ازدواج ها به کنار بقیه مسائل رو اون نه خوب مطالعه بکنه کمی طرفدار آقای مسعود رجبی شد پس یه جای کار رنگه یک جای باید که آزادی بسیار بزرگی وجود داشته که مردم اون آزادی در زمان خامنه‌ای چشم نمی‌خوره ولی اون آزادی در زمان محمد رضا شاه پهلوی وجود داشت و همونجا بود که کتاب‌های شریعت رو چاهو و دانشور رو غیر و دست به دست می‌گشتن و پایه‌های مملکت ما رو سوزوندن